دوستان عزیز سلام و وقت شما بخیر، انشاءالله که جور صحت مند باشین. قسمی که در ویدیوی قبلی خدمت شما یادآور شدم، در منطقه تاکلغوی سید آمد آمدیم تا به خانواده های نیازمند این منطقه و قریه مساعدت و امانتی شما خیرین گرامی را تقدیم نزد خانواده ها کنیم. و قسمی که در ویدیوی قبلی هم خدمت شما یادآور شدم، در خانواده اول امانتیشون را و مساعدتشون را تقدیمشون کردیم و فعلا هم در پیش خانواده دوم هستیم تا ما امانتی و مساعدتی که در نزد ما هست تقدیم از این خانواده کنیم. امیدوار هستم که تا آخر با ما همراه باشید. بیا دیگه هیچ قد نکن. یالا همین طرفه؟ همین طرفه او طرف؟ خب دوستان عزیز، انشاءالله که جور و صحتمند باشین. قسمی که خدمت شما یادآور شدم، در منطقه تاکلغوی سید آمد هستیم و میخواییم که به خانواده های نیازمند از این قریه مساعدت و کمک رسانی کنیم. و در این برنامه ما را کاربریس موسا همراهی مونند، یک از بزرگای از این قریه و منطقه هستن. و قسمی که یادآور شدم، ما فعلا در کنار خانواده دوم هستیم و میخوایم که همه امانتیشو که امروز مد نظر داریم تقدیم از خانواده کنیم. و قبل از اینکه من امانتی رو تقدیمشون کردم، یک کمی از زندگی و از احوالشون هم از کبریس میپرسیم، هم از مادر از خانواده که در کنار ما هست. و قسمی که کبریس گفتن، متاسفانه پدر از خانواده دچار مرض اعتیاد است و نمیتونه خرج مخارج از خانواده را تامین کنه. بیشتر هم جزئیات از کبریس میشنیم. کبریس راجع دمی از این خانواده اگر لطف کنید بگو و بیننده های عزیز معلومات بدید. تشکر از شما، تشکر از تشریفاوی شما که مثلا واقعا دست نیازمندان رو میگیرین. ما ایر خدمت شما عرضم که اینمی خانواده که هست، قبلا هم خدمت شما عرض کردم که اینم چیز احتیاط داره، خلاصه تأمین خانواده خرا نمیدینه، کار نمیدینه، حتی اونو اندازه ای که مثلا حتی خود خر تأمین نمیدینه، چی رسد که مثلا خانواده خر تأمین کنه. روی این دی اساس خلاصه اینمی واقعا نیازمنده که دست دیناره شما برادر و بزرگها، کسایی که مثلا واقعا مثلا چیزی در دست را اندمی نیازمنده ها همکاری و کمک کنه. بله. یعنی عرض ما بود که مثلا اینا رو میتونی از خودش هم سوال کنی که واقعا وضعیت زیان چنه بچه داره، که واقعا این ما اگر مثلا کسی دست از اینا رو نگیره این ما مشکل زندگی واقعا مشکلات داره. تشکر شما. دوستان عزیز، مادر عزیز خانواده هم در پلوی از ما است. من معلومات مختصر از مادر عزیزم پرسانم. مادر جان عزیز خوب هستین شده؟ مایک اگر لطفی در بیس خود بگیرین، اگر لطفی این از زندگی خبردی از مو برای بیننده های عزیزی که مو رو میگرنن، صدای از شما رو میشنون، اگر توضیح بدین که زندگیشون چه رقم هست، چند نفر در خانه هستین، زندگیشون در کل چه رقم تیر میشن؟ در خانه 5 نفر زیرقم جایی تیز هسته دیگرم، سه بچه افرام، یک خود میگه خواهین سه فرزند داریم که بچه هستن، یک خودش مستون، یک پدر اولادش مستون. قسمی که کربیس گفتن پدر اولادش متاسفانه دچار مرض اعتیاد هستن، چطور میتونن کار کنن و خرج مخارج زندگی و روزگار مهیا کنن؟ نه او دیگر بله هم مخارج از خود بربر نه مثال کار دکوی اکش کنید خانه نه افتاد دیگر آتی خب در کل چی رقم زندگی چی رقم تیر میشه؟ مشکل اقتصادیشون زیاده؟ دیگه مشکل است، تمام چیز ما بخرید دیگه. خود شما کدام کار را بلدین که بتونین کار انجام بدین؟ نه هیچ کارم بلد. بچه هاشون باز چند ساله هست؟ کچه 3 ساله هست دیگه، دنشتا ساله هست. درست. دیگه شی 4 ساله هم شد دیگه. درست. باز همون خرج مخارج شب و روز را چی رقم تهیه همونین؟ چی رقم پوره همونین؟ خرج دیگه اون مشکم آتی مسیا اون چیز که آتی مسیا میره اون مور مخری دیگه دیگه. یعنی فقط مو پدر خود شما هست که همراهشون کمک مونه دیگه، پدر خود مونه، کدام منبع درآمد دیگه ندارین دیگه؟ نه دیگه چون وقت آتی مسیان بلال گون مثلا روی روز مرن متر چل نرفته دیگه. درسته دیگه، او پدر اولادایم دیگه بالا خود گون چون خرج گلی مول از خود بر بر ندیگه. متاسفانه چند مدت میشه که دچار مرض اعتیاد شد؟ 4 سال 5 سال 6 سال میشه دیگه. یه تر کوشش نکردین که بیتونن که ترگ اعتیاد کنن؟ یا خودش نخواسته یا شما کوشش نکردین؟ چند دفعه مرکم گفته که ما ترگم باز ترگم نکرد که. یعنی بردین جای درمان برای درمان یا ایج نبردین؟ چرا نبردین؟ به خاطر چیه؟ نرفته دیگه، وقت اکلال گرم تصمیم داشت که مفتمو بری تردکم وزاید نشد دیگه که ما
نمورم پیس از ایرام جا که جنگ بود رایی داده که ایر ببرنده کم لاله میزا امزی قوم یا کمک جنگ بود رایی داده بود او از اید نشد که ما ارده کم نمورم اما پیس از بیدی ما قرصاری خلاص نم دیگه از اید نشد نرفت دیگه اگه وقت که گولی ملیش خلاص میشه اما که میگم خیره ترک میگه نمیشه میگه نظر از تو قصاصوی او سی سالشتم از استفاده کنم رک خون نزی جورشتم او قصاصوی ترک میگه این حال کسایی هست که ترک کردن واقعا تونستن دیگه اگر بتونی اگر انگیزه بدش بیدین که میتونین حتما میتونه میگه ما کسی تکلیف حساب هم درون بازی خدر فشار میسر من هم تیم دارم بچه هاشو مکتب مورن؟ مکتب مورن یکی نیش نمورن خوی خور ریزه هست دیگه دیگه بچه هاشم سنف چند هستن در مکتب علاقه دارن درس میخوانن؟ سنف سه یک دنه دیگه شی این سال سنفی آفتم شد دوست دارن که درس بخوانن؟ اره دیگه خود چند قدر کشش دارم من خود من زیاد کشش نمی درس هایش دیگه درست بچهش خیلی لایق بچه های از نظر درسی بسیار ذهن خوب خواه 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 ولی اینکه اینا حمایت با پشتبانی رو کنن بله 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 واقعا کی حمایت کنه کی پشتبانی کنه کی این بچه واقعا لایقه این از نظر چیز خو ذهن ذکاوت بسیار سخی داره ولی اینکه یعنی پدر شنید رقم دیگه که او تا جای مرسه یا نمرسه و پیش خداست گفتنم واقعا این درست چی میشه درست متاسفانه که بسیار در خرجات مختلف رافتی همین مشکل اعتیاد یکی از معضلات بسیار اساسی هر خانواده یا هر قریه است که متاسفانه این روز به روز متاسفانه زمینش هم بیشتر میشه بیشترین خانواده هایی که فقیر و نیازمند شده خانواده هایی هستن که یک شخص در خانواده شان دچار اعتیاد هستن که بسیار مشکل هستن بسیار یک درد بزرگ جامعه هست نه یک خانواده که این یک خانواده باشه اینمی واقعا اینمی دخواه من یعنی درد زیره اینمی قریه میکشه به تمام مانا کل گیشه نه تنها خانوادهش مشکلات هم زیاد داره فاهمیدی که مثلا این درد جامعه هست درد تنها یک خانواده نیه روی نیزی اساس خلاصه کارش نه که اینمی واقعا اینمی اطبالایی که مثلا معصوم هیچ گناه دهید دین مذهب نداره خلاصه این نمی ها مساعدت شنه که تا اینمی ها در یک جای برسه حداقل خلاصه اما پدرش هم شاید بیتنه که مثلا اما نجات بیده خیر از او کی میتنه تأمین کنه مشکل ولی او امال مثلا جوانه تقریبا خو تأمین خود خره نمیتینه چی مثلا تأمین خانواده کنه این مشکلات یک جامعه واقعا مشکل داره مده راستا بله بله در خود شما زمین هم دارین که در زمین مصروف باشین که بتونین خرج خانه را از طریق کارهای زمینداری تامین کنین؟ نه زمین نقص نداره گاو و گوسفند چی؟ نه چیز نداره گاو و گوسفند زمین مقص زمین نیه که از خارج از موبایا چند پار راسته کسید دوست داریم که بچه هایشم داینده چی کاره شنن؟ یعنی آینده بچه های در کل چرخ میگرنیم؟ اینده بچه خوبش ندهی که درس خوانشون نخوانه یعنی خودشون بیشتر تلاششون کوشش نمیه که اونا باید درس بخوانن دیگه رید ما خود میخدر کوشش نم خود از بچه هم کم هست نمیشه هم گوه بایی ما کس درس میخوانم انجینیر میشیم دکتر میشیم این خوانشون باز ما میگیم تو کسی ورخم میشی بچه تو این حال کسی تا اینج درس میخوانی ورخم آواز تو که یک وقتا سینف تو بال بره کورس ده کار دره این خرج مخارجش زیاد فرمشه خرج ده کار دره زنیش تو چرقم میخوانی از اخو میگه خیر آبای بزم آمای گرم نرخم آن مرخم میشه قد از من خب بازم و آرزوی سلامتی به ده شما مونیم که واقعا در کنار بچه های خو میخواین که درس بخوانه این عاشقانه زندگی مونین و میخواین که آینده اینا روشن شنه واقعا به مادرای مثل شما باید افتخار کنیم و آرزوی سلامتی مونیم شما که سالهای سال در کنار اولادای خو زنده و سلامت باشین این روز یک مبلغی را که امروز مبلغ 7000 افغانی را از مساعدت دوستای خیلی ننازی از ماست میخواییم امیر را تقدیم شما کنیم خب قسمی که دوستان عزیز خدمت شما یادآور شدیم در منطقه تاکلغوی سید آمد آمدیم و میخواییم که به سه خانواده نیازمند قریه مساعدت داشته باشیم و مبلغ 21000 افغانی را از مساعدت آقای صاحب داود نظری مد نظر داریم که تقدیم از این سه خانواده کنیم که به هر خانواده 7000 افغانی میرسه که من همین 7000 افغانی را تقدیم مادر عزیز بنم یعنی 1000 2 نیم 3 نیم 4 نیم 5 نیم 6 نیم 7 یم تقدیم شما باشه از شما التماس دعا داریم که در حق دوستایی که مساعدت کنن کمک کنن با داشته باشه
لطف کرد. تشکر شما. سلامت باشید. لطف. که واقعا دست مهربان میگیره. خدا ان شاء الله اجر خیر بده بر شما. ان شاء الله. ان شاء الله. موفق و معید باشین. سلام. زنده و سلامت باشین. کدام گفتنی پیام برای دوستان داشته باشید. نه دیگه تو پیام ندارم. از شما التماس دعا داریم بازم از خداوند برای شما آرزوی سلامتی مونیم. ان شاء الله سالهای سال زنده باشین و در کنار بچهای خود زندگی خوب را تجربه کنین و ان شاء الله یک روز شاهد ازی باشین که آینده بچه‌هایش مگه آینده درخشان باشه، تحصیل کرده شونه، نه تنها بلده خود خود بلده از شما بلده جامعه تا محضر خدمتتون ان شاء الله. دوستان سلامت باشین. دوستان عزیز، این بود برنامه کمک رسانی و مساعدت امروز از ما که تقدیم حضور ارزشمند شما شد. امیدوارم این ویدیو مورد پسند و عنایت شما قرار گرفته باشد. شما را به خداوند بزرگ یک تا امانت میکنم. خدا نگهدار شما.